امروز صبحونه نزده که املت طبیعت پسند کنیم. حالا این املت چی جوریه؟ اینه که هیچی دور ریخته نباشه، هیچی طبیعت جانمونه قشنگ، همه چیش ارگانیک. عذر میخوام یک سوال داشتم خدمتتون. حسن تو ویدیو بله 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 اینکه هیچی دور رخ نمیشه، ظرف های چطور دور رخ نمیشه؟ ظرف هم میخوریم یه ظرف را چونکه از بس گوشته امکان داره که بیچ روزه آخر خیلی ممنون سال برتر از دید خیلی ممنون خشک کرد منظورم این بود که هیچ آش خالی مثلا ما حتی پیاز ها را جوری چرا کردیم که فقط گل پیاز و سر پیاز و سر اونم چیزو نشون بده دروغ داره میگه قطعه رو نشون بده چون ما یه اینا همش مال تو فیلم هست خب بچه ها املتمون پخته شد دیگه خیلی خوش مرد شد بابا جان داره اون وقت چوب میشکنه آهامت در جسد یه چوب الیا که تقریبا عصر شده ما هنوز نهار نخوردم بعد از املت الان همه جون داره برامون کوکتل آتیشی درست میکنه این سلطان خیلی تو مسافرت به من کمک کرده همش سگا رو دور کرده از من ازش راضیه من چیکار کنم شوخ فرشا پسر خویی بوده برای اولین بار تو مسافرت پسر خویی بود حالا البته هی گیر میداد که چرا از سگا میترسی و اینا خب دیگه از سگ نباید بترسی خیلی خوب حالا بازم تا اینجا بهش نمره یه چند بدیم عزیزم از 10 6 این بادم دونه مونه اینم گوجه مونه یه بار دیگه بگی اجاقهای دستاز سرهنگ نامابه برای سفارش کجا بیان؟ به شماره زیر با شماره زیر تماس سینگل هم هستن او کاپل هستن جدیدن کاپل شدن نه اطلاعات قبلی داخل مغز من بود ارور داد کارکاسته اونا رفت هم بچه‌هاش الان شب شده ما نشستیم تا آتیش علی اشتباهی نور پردازی لطفا ما نشستیم توی آتیش توی آتیش ما الان توی آتیش ما نشستیم کنار آتیش و واقعا دیگه داریم یه ذره یکم نه خیلی میترسیم خب اون یکی الان میخوام بخوابم نور روی پارمیز نور روی پارمیز گوره نور پردازی بچه نور اینجا چه افکت خوشگلی
ما داریم با دستمال مرد و بدنمون رو تمیز میکنیم، بعدم به خودمون اسپری خوش بکننده بزنیم، بعدم اسپری ضد حشره. الان تو جا داریم هنوز. امروز سومه، ما تصمیم داریم که از اینجا بریم به لوکیشن دیگه. بچه ها دارن چادر ها رو جمع کنن، تنها چادری که به پاس تنها چادر ما هست. اینم وضعیت کوله همون. خدافظی با این لوکیشن زیبا. داریم میریم سمت مقصد دوم. خسته کیف منو اینقدر سنگین که نه خودشون با برشیدن بدم کوله همین خانمی که پشت دور بینه. صبحونه این روزه سوم. آه نه، اون چیز شد. روز سوم مسافرت. ما از همون مسیری که اومدیم داریم برمیگردیم. قرار اول بریم کنار آبشار، بعدم یه جای دیگه کمپ کنیم. ما وسیله‌مون رو سواریم اسبه کردی که مسیر رو اواسم جلو پاتم باشه راحت تر بتونیم بریم. موزه باشه که اینجا اینجا چی فرشاد؟ اینجا هم ریخته واقعا یه ذره این جاده باریکه، یه سری ها نمکنی از اون بالا دارم. ما اول که اومدیم تنها بودیم، بعد یه گروه دیگه از یه شهر دیگه اومدن و اقامت کردن کنار ما. الان هم با همون گروه داریم میریم آبشار. این لئون این خیلی به ما کمک کرد. اگه شبانه بود گرازا و اینا نزدیک میشدن، ولی نگهبانی ما رو داد. بارا خالی شد. توقف بزن. اکیل بگیر این مهمه. آره قربان چپه شد. بچه ها باره نفتا. نیم ساعت الان در حال پیاده روی هستیم و همه سربالایی خیلی سخته. برای تجربه اول واقعا کار سختی. خب بچه ما رسیدیم کنار ماشین ها. ما
اومدن دنبال ما و یک ساعت پیاده روی بشیم بود که یه تیکه آخر سرپایینی بود دیگه، خیلی اذیت نشد. علی آقا شای میاد بالا یا نه؟ ماشینی که شاهینه که نیومد بالا، نفرات با تناب خودشون کشیدن پشت و اومد. بچه این مسیریه که ما داریم میریم تا برسیم به این آبشاره. این جنگل خیلی خفن تره اون جنگلیه که توش بودیم. خب ما قرار شد که مسیر خودمون میایم و خودمون پیدا کنیم، ولی هی تیکه به تیکه یه دوراهی میبینیم که یا این طرف باید بریم یا این طرف، نمیدونیم گم میشیم یا نه. یا کاش که بخوری سری بلگم جذاب شه، کاش که میخوری سری بیوه بلگم میرم بالا. ممنونم که تا اینجای ولاگ با من بودین. واقعا جاهایی که داریم میبینیم خیلی قشنگه. دوست داشتم که واقعا با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم که تا اینجا کلی خوشتون اومده باشه از ولاگ ما. خب بچه هم ما اتاقمون رو خالی کردیم، البته پامیس هنوز داره آرایش میکنه. حالا چجوری داریم میریم؟ ما مسیر آبشار تا سبز فاروق قراره که با این نیسان بریم. بچه ها نیسانو چی دن؟ بسته ایلمون بالای نیسانه. منسه آبی اولین تجربه یه نیسان سواریه. من هست، تو هم هست؟ همه تو چی؟ ما راننده نیسان بودیم داداش. داداشمون راننده نیسان بوده.
خب روز آخر مسافرتونیم و از گرما داریم حلاک میشیم. واقعا گرمه، خیلی گرمه تهران و سویتی که گرفتیم متاسفانه کولر نداشت و مشکل این بود که باید پنجره رو باز میذاشتیم، این پنجره که رو به این اتوبان بود و از دیشب تا صبح همین جور صدای ماشین میاد و نتونستیم بخوریم. خیلی روز سختی بود. بچه ها ما دیگه از میخونه جمع کردیم، اومدیم راه آهن که برگردیم. رو ارتفاع ترین سفر ما، نه بلیت رفت نه بلیت برگرد، هیچ سر قطار میخوام بشینیم. اون بلیتی قبلی چیکار میکنه؟ کنسلش کنیم. لوله میکنیم. کنسلش کنیم. خب سمر قطار شدیم. تامیز خسته است. خیلی. علی هم انگاری خسته است. فرشاد و حامد خوش حالن. چون که بلیت گیرشون اومده. خوش به حالت شما. خوش به حالت فرشاد، به آرزو رسیدی. چطور بود سفر؟ چطور بود سفر؟ عالی. علی. جای زنم خالی. فرشاد خالی. حامد قیافم بفهم. برو برو.